Боре Имом Абӯҳанифа пас аз он ки ташхис дод, шогирди рашидаш, Абӯюсуф ва синни рушд, расида ва ахлоқу кирдораш, бисёр, неку ва дилпазир гардида ва дар талаби илм кӯшост, васоёе ба вай иршод фармуд байни шарҳ. Эй Яъқуб, ба ҳокими вақт эҳтиром бигузор ва шахсияташро бузург шумор ва дар маҳзари ӯ аз дурӯғгӯй бипарҳез. То туро ҷиҳати масъалаи илме фаро нахонда, ҳар вақт дар ҳар ҳолат пеши ӯ марав, зеро агар рафту омадат назди ӯ зиёд шавад, туро ҳақир мешуморанд ва аз чашмаш меафтӣ ва арзише барояд дар наздаш боқӣ намемонад. Бархурдат бо вай чунон бошад, ки бо оташ аст. Ҳам аз ӯ истифода кун ва ҳам худатро аз хатараш дур нигаҳдор ва ба ӯ наздик машав, ки месӯзӣ ва аз ӯ озор мебинӣ. حاکم معمولاً چنین است که ارزش برای خودش قائل است که برای دیگران قائل نیست. هیچگاه نزدی حاکم پرحرفی مکن، چون وای برای آنکه خودش را در نزدی اطرافیانش دانوتر و عالیمتر است و جلوه دهد، به مورد از تو انتخاب میکند و نکته ضعف میگیرد و تو در نتیجه در چشم اطرافیانش میافتی و کوچک جلوه میکنی. چنانچه نزدی حاکم رفتی قدر و منزلت خود و دیگران را بشناس. هرگاه دیدی قبل از تو کسی از علما که تو آن را نمیشناسی پیش حاکم است، تو خود را عقیب بکش و در چنین مجلس حاضر مشو، چنان که اگر تو از عالم مزبور در علم و منزلت کمتر باشی، ممکن است ندانسته خودت را از او برتر بدانی و در نتیجه او به تو آسیب برساند، و چنان چی تو از وی عالم تر و برتر باشی، ممکن است در نزد وی کوچک شوی و در نتیجه از چشم سلطان بیفتی. چنان چی حاکم وقت وظیفه به تو پیشنهاد کرد نپذیر، مگر اینکه مطمئن شوی که او در مسائل علمی و اعتقادی با تو هم نظر و هم عقیده است، تا اینکه مجبور نشوی در فیصله هایت مخالف اعتقاد و اندیشه عمل کنی. با اطرافیان و خویشاوندان حاکم هرگز رابطه برقرار مکن، بکوش تا رابطه صرفا با خودش باشد. همواره کوشش کن از اطرافیانش دور باشی تا ارزش و حیثیتت محفوظ بماند. در حضور عامه مردم جز آنچه از تو میپرسند حرف مزن، بخصوص در باره معاملات و تجارت هرگز پیش عوام صحبت مکن، مگر آنکه به علم مربوط باشد، تا اینکه گمان نکنند تو به مال آنها چشم دوخته‌ای یا اینکه میلی رشوه گرفتن داری. در نزد مردم عوام نخند، بیش از حد بازار مرو، با بچه های رو به بلوغ گفتگو مکن، زیرا آنها فتنه هستند. البته اگر با بچه های کوچک صحبت کنی و دست شفقت به سرشان بکشی اشکال ندارد. با بزرگ سالان در راه یک جای مرو، چون اگر آنها را از خود جلو کنی به ارزش علمت لطمه می خورد و اگر از آنها جلو بیفتی به حیثیت خودت لطمه وارد می شود، زیرا آنها از نظر سین از تو بزرگترند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: کسی که به بزرگ سالان ما احترام نگذارد، بر کوچکتران ما شفقت نکند، از ما نیست. هیچگاه بر سر راه منشین و چنانچه مجبور شدی که بیرون از منزلت بنشینی، پس در مسجد بنشین. در دکان ها منشین، در بازار و مسجد چیزی مخور. البته شریعاً استثنای وجود دارد، مانند اینکه کسی متکی باشد یا مسافر. عذاب هایی که بر سر راه ها گذاشته شده و نه از دست کسانی که بر سر راه ها ایستاده اند و به مردم آب می دهند، آب منوش.